سلام، به جلسه 17 دوره آموزش زبان سی شارپ خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام در مورد دیتا تایپ استرینگ و توابعی که برای اون وجود داره باهاتون صحبت کنم. همونطور که تو جلسات پیشم بهتون گفتم، برای تعریف کردن استرینگ کافی به این صورت عمل کنیم. بنویسیم استرینگ فاصله اسمی که میخوایم، مثلا نیم، و ولیوی که داریم رو داخل دو تا دابل کوت قرار میدیم و در انتها هم سمیکالون. به این صورت میتونیم استرینگ رو تعریف کنیم. و روش دیگه تعریفش هم اینه که کلمه استرینگ رو برداریم و جای اون از ور استفاده کنیم، که هیچ تفاوتی نمیکنه، فقط برای خلوت‌تر شدن کدمون میتونیم به این صورت ازش استفاده کنیم. حالا دیتا تایپ دیگه‌ای داریم به اسم char که به این صورت تعریف میشه. میگیم char، مثلا اسمشو میذارم a مساوی با a. خب دیتا تایپ char تفاوتش با استرینگ اینه که فقط و فقط یه کاراکتر داخل اون قرار میگیره و برای تعریف کردنش هم باید از سینگل کد استفاده کنیم. دیگه از دابل کد اولش نمیتونیم استفاده کنیم، که جلوتر باهاش کار میکنیم و کاملا باهاش آشنا میشیم. خب حالا بریم چند تا از متدهای خیلی پرکاربرد دیتا تایپ استرینگ رو با هم دیگه کار کنیم و ببینیم که چه جوریه. وقتی که بخوایم دو تا استرینگ رو با هم دیگه جمع کنیم، مثلا من یه دونه متغیر دارم به اسم last name، به اسم اسگری. حالا اگر که بخوام این دو تا استرینگ رو به هم دیگه بچسبونم و توی خروجی نشون بدم، کافی به این صورت عمل کنم. بگم که نیم به اضافه یه دونه استرینگ خالی، یعنی یک اسپیس خالی به اضافه لاست نیم. خب به این صورت تونستم دو تا استرینگ رو به هم دیگه متصل کنم و یه دونه اسپیس هم بینش قرار بدم. خب این یک روش اتصال استرینگ ها به هم دیگه هستن، که بهتر من اینو بریزم توی یک متغیر سوم به اسم مثلا فول نیم و فول نیم رو توی خروجی نمایش بدم. روش دیگه‌ای که وجود داره برای اتصال استرینگ ها به هم دیگه به این صورته. میگم که استرینگ دات، به معنی که استرینگ دات رو بزنم، کل متدهایی که روی استرینگ ها وجود داره و میتونیم ازش استفاده کنیم اینجا لیست میشه و میتونیم ازشون استفاده کنیم، که توی این جلسه تقریبا اکثرش رو بهتون توضیح میدم. خب از متد استرینگ دات کانکت استفاده میکنیم و استرینگ هایی که میخوایم رو بهش میدیم. میگم last name رو با name رو به هم دیگه بچسبم و نتیجه خروجی رو میتونید اینجا ببینید، که اینجا چون به هم چسبیده میتونم اینجا به عنوان پارامتر دوم میدون اسپیس خالی بهش بدم و نتیجه خروجی رو به این شکل ببینم. string.concat به این صورتی که میتونیم بیشمار پارامتر رو بهش ارسال کنیم و تمام استرینگ ها رو به هم میچسبونه و در قالب یک استرینگ جدید به همون برمیگردونه. روش دیگه برای جنریت کردن استرینگ ها که توی جلسات پیش هم با هم دیگه مثالش حل کردیم به استرینگ فرمت معروفه، که به این شکل نوشته میشه. میگیم string.format و به عنوان پارامتر اول فرمتی که میخوایم رو بهش ارسال میکنیم، که فعلا یک فرمت خالی بهش میدم و میگم که پارامترهاش هست نیم و last name. حالا توی فرمت هم میتونم به این صورت عمل کنم، مثلا میگم my name is براکت باز صفر و براکت بسته، حالا اسپیس میزنم و براکت باز یک براکت بسته. خب اتفاقی که اینجا افتاد چیه؟ این فرمت رو اینجا تعریف میکنم و هر جا که میخوام استرینگ جا به جا بشه از این علامت ها استفاده میکنم، که آکولات باز و بسته و داخل اون از اعداد صفر به بالا استفاده میکنم، که به این صورت انجام میشه که نیم جایگزینه این میشه و last name جایگزینه این میشه. بریم خروجی رو با هم ببینیم و میبینیم که خروجی کاملا درست داره کار میکنه. در مواقعی پیش میاد که استرینگی که از کاربر میگیرین اول یا آخر اون ممکنه اسپیس اضافه داشته باشه و لازمه که اسپیس های اضافه اون حذف بشه و مثلا توی دیتابیس ذخیره بشه که مشکلی پیش نیاد. خب مثلا فرض کنید که این اسمی که من اینجا نوشتم اول و آخرش رو میام اسپیس میذارم. خب اگر که من بیام اینجا به این شکل عمل کنم، مثلا بگم که دو تا سینگل کد دارم و براکت صفر رو بهش میدم. خب حالا اگر که اینو اجرا کنم، میبینین که سینگل کد بعد چند تا اسپیس، مرتضی بعد چند تا اسپیس، دوباره سینگل کد. حالا اگر که بخوام این اسپیس ها برطرف بشه، کافیه این استرینگی که دارم ارسال میکنم رو بگم نقطه تریمش کن، که میبینین کاملا اسپیس اول و آخر حذف شد. متد تریم دو تا حالت دیگه هم داره، که اگر که اینجا دوباره بیام و کنترل و اسپیس رو بزنم این لیست باز میشه، که اینجا مشخصه که اگر که از تریم استفاده کنیم اسپیس اول و آخر رو حذف میکنه، صرفا اسپیس های آخر رو حذف میکنه. اگر از تریم اند استفاده کنیم صرفا اسپیس های آخر رو حذف میکنه و تریم استارت هم اسپیس های اول رو حذف میکنه، که اینو با هم دیگه به نتیجه ببینیم.
و اینجا میبینید که اسپیس های اول حذف شد ولی اسپیس های آخر همچنان باقی مونده. خب در مواقعی پیش میاد که میخوایم یک متن رو داخل یک متن دیگه جستجو کنیم. مثلا اگر که من اینجا بیام یه متن بنویسم، مثلا میگم My name is مرتضی اصغری یزدی. حالا میخوام داخل این متن جستجو انجام بدم و ببینم که اون کلمه که میخوام کجا قرار داره. خب میام به این صورت عمل میکنم، میگم data type name.indexOf، یعنی مکان اون چیزی که بهت میدم و به من برگردون، که توی پرانتز بهش میگم مثلا name رو مکانش رو به من برگردون، که اینجا هم اسمش رو بذارم مثلا location. و نتیجه خروجی میبینید که منهای یک برمیگردونه. وقتی که منهای یک برگردون یعنی که اون کلمه رو توی اون استرینگ نتونسته پیدا کنه. با اون هم به این خاطره که نیمی که داخل این متن داریم n اولش بزرگه ولی چیزی که داریم جستجو میکنیم با n کوچیک است. اگر که n این رو بزرگ کنم میبینید که مقدار 3 رو برگردونه، یعنی مکان شروع اون استرینگ رو برگردوند. خب اگر که بخوایم این اتفاق نیفته، یعنی ما اگر که نیم رو به صورت کوچیک سرچ کنیم یا به صورت بزرگ، هیچ فرقی براش نکنه، کافیه بیایم اینجا و از متد تو لوور یا تو آپر استفاده کنیم. متد تو لوور کارش اینه که اگر که من اینو حذفش کنم و نتیجه رو ببینیم، تمام متن رو به حروف کوچیک برمیگردونه. خب حالا در مواقعی پیش میاد که میخوایم یک قسمت از یک استرینگ رو جدا کنیم و به صورت مجزا اونو داشته باشیم. مثلا من میخوام از همین نیم که شروع کرده یا مثلا از مرتضی میخوام از اینجا متن رو بگیرم و تا آخر صرفا این قسمت رو داشته باشم. برای این کار لازمه که اول مکان شروع کلمه مرتضی رو از توی متن پیدا کنم، این رو کوچیکش کنم که مکانش رو به من داد، و حالا یه متغیر دیگه تعریف میکنم به اسم مثلا تکست یا اسمش رو میذارم فول نیم، مساوی میشه با نیم دات. این دفعه از متد ساب استرینگ استفاده میکنم. متد ساب استرینگ کارش اینه که مکان شروع و مکان پایان یک متن رو بهش میدین و اون متن رو از داخل متن اصلی میکشه و به همون تحویل میده، که اینجا به من میگه که استارت ایندکست کجا باشه. استارت ایندکس هم که همین لوکیشنی هست که اینجا با هم دیگه پیدا کردیم، که اسمش رو بذارم ایندکس که مفهوم تر باشه. و به عنوان پارامتر دوم اگر که هیچی وارد نکنم این اتفاق میفته، اینو بذارم فول نیم که توی خروجی نشون بده. خب ببینید که به صورت کامل اسم رو در آورد. خب اینجا اتفاقی که افتاد اینه که متد ساب استرینگ اگر که صرفا پارامتر شروع رو بهش بدین تا انتهای اون استرینگ رو براتون برمیگردونه. حالا اگر که به عنوان پارامتر دوم مثلا من بهش بگم که 7 تا کاراکتر رو برگردون، نتیجه خروجی به این شکل میشه. از اینجا شروع میکنه و 7 تا کاراکتر میشماره و اونو برمیگردونه، که از اینجا تا اینجا میشه. کار دیگه که توی یک استرینگ ممکنه نیاز داشته باشیم انجام بدیم اینه که یک متن رو از داخل اون بگیریم و با یک متن دیگه جایگزینش کنیم. مثلا من میگم که عسکری رو از توی متن بگیره و تبدیلش کنه به یک عنوان دیگه، که به این صورت انجامش میدم. میگم که name.methodReplace که به عنوان پارامتر اول اون کاراکتر یا اون متنی که میخوایم رو بهش میدم، مثلا میگم عسکری، و به عنوان پارامتر دوم اون چیزی که قراره با اون جابجا بشه رو بهش میدم. مثلا میگم که با محمدی جابجاش کن و توی خروجی هم نشونش بده، و نتیجه خروجی به این شکل میشه، میشه مرتضی محمدی. و نکته اینجاست که به هر تعدادی از این کلمه توی متن پیدا کنه اون رو جایگزین میکنه. یعنی اگر که من اینجا چند بار این رو بنویسم، میبینین که به تعداد هر کدوم از اون کلماتی که پیدا کرد کلمه جدید رو جایگزین کرد. کار دیگه که توی یک متن میشه انجام داد اینه که متن رو به متن‌های کوچکتر بشکنیم، یعنی به این صورت. متنی که اینجا داریم بین هر کدوم یه دونه اسپیسه، من میخوام این متن رو بشکنم و به ازای هر اسپیس یه دونه خونه به صورت مجزا داشته باشم، که نتیجه به این شکل میشه. میگم name.splitش کن، یعنی جدا جداش کن توسط چه کاراکتری؟ توسط کاراکتر اسپیس. متد اسپلیت کارش اینه که یه دونه لیست برمیگردونه. پس برای نمایش دادنش توی خروجی کافیه از یک حلقه فور ایچ استفاده کنم. میگم فور ایچ ور مثلا نیم این فول نیم. خب نیم که چون قبلا تعریف شده، میگم که ور
text و توی خروجی هم text رو نشون بده و نتیجه خروجی به این شکل میشه. متن رو گرفت و به ازای هر اسپیس اون رو جدا جدا کرد و توی هر خط به صورت مجزا این رو نمایش دادمش. خب متد دیگه ای که میخوام بهتون نشون بدم که خیلی کاربردی هم هست، متدی هست به اسم join که به این صورت عمل میکنه. خب مثلا فرض کنیم که من اینجا یه دونه array list دارم به اسم names که میشه new string این و اسمهای مختلفی داره، علی، محمد، حسین و مرتضی. متد join دقیقاً برعکس متد split عمل میکنه که به این صورت میشه، میگم یه متغیری دارم به اسم text که مساوی میشه با string.join و پارامتر اول رو بهش میدم که میگم با چه کاراکتری اینها رو از همدیگه جدا کنه. مثلا میگم که با کاراکتر کاما جدا کن و لیست رو بهش میدم، names رو بهش میدم و میگم توی خروجی رایتش کن که نتیجه خروجی به این شکل میشه. حالا به جای کاما میتونم مثلا از داش استفاده کنم. خب اول جلسه بهتون گفتم که دیتا تایپی داریم به اسم char که اینجا من یه دونه استرینگ معمولی داشته باشم. دیتا تایپی char به این صورت تعریف میشه که میگیم char مثلا a مساوی با یک کاراکتر. حالا به این صورت هم میتونیم عمل کنیم، بگم که char a مساوی باشه با name براکت باز و ایندکسی که میخوام رو بهش میدم و توی خروجی میتونم اون رو رایتش کنم. خب اتفاقی اینجا افتاد اینه که name براکت باز و ایندکس اون کاراکتری از متن رو که ایندکسش رو بهش دادیم و برمیگردونه و توی کاراکتر A قرار میده و میتونیم ازش استفاده کنیم که مثلا اینجا من 5 هم میتونم بهش بدم که مقدار Z رو برمیگردونه و در نهایت استفاده از کاراکترهای خاص توی استرینگ ها هست. اگر که من بیام به این صورت عمل کنم، بگم مرتضی مثلا اسلش اسگری اسلش یزدی، میبینید که به من خطا میده و میگه که این اسلش ها رو من نمیشناسم. برای اینکه بخوایم یک اسلش داخل متنمون قرار بگیره میتونیم از دو تا اسلش استفاده کنیم که دو تا اسلش تبدیل به یک اسلش میشه و توی خروجی میتونیم اونا رو استفاده کنیم. داخل استرینگ ها میتونیم از کاراکترهای خاصی استفاده کنیم. مثلا من اینا رو اینجا پاکشون بکنم که کاراکتر رو بهتون توضیح بدم. کاراکتری داریم به اسم اسلش تی که کارش اینه که یه دونه تب اضافه میکنه که به این صورت یه دونه تب اینجا اضافه میشه، یا اسلش ان که کارش اینه که یه اینتر میزنه و یک خط جدید ایجاد میکنه که اینجا میبینیم مرتضی عسکری توی دو تا خط قرار گرفت. و اینکه مثلا اگر که بخوام داخل یک متنم از دابل کد استفاده کنم میبینیم که خراب میشه، ولی اگر که قبل از اون یه دونه اسلش بزنم نتیجه به درستی انجام میشه و برای سینگل کد هم به همین شکل. حالا اینجا راهی وجود داره که به جای که از اسلش قبل از کاراکتر هامون استفاده کنیم، بیایم اول متنمون از ادساین استفاده کنیم. وقتی که ادساین اینجا بذاریم دقیقا به این معنیه که قبل از هر کاراکتر خاصمون یه دونه بک اسلش گذاشتیم که اینجا من میتونم خیلی راحت بیام بگم که مثلا این slash t slash n slash مثلا r، ولی نتیجه خروجی دقیقا همون چیزی میشه که من تایپش کردم. و اینجا میتونم به جایی که از slash n استفاده کنم راحت اینترم رو بزنم و نتیجه خروجی همون چیزی باشه که تایپش کردم. خب این متدهایی که بهتون نشون دادم از متدهای خیلی پرکاربرد دیتا تایپ استرینگ هست، ولی متدهای بیشتری داره که خب تو مواقع خاص ازش استفاده میشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. این ویدیوایی که بهتون پیشنهاد میکنم مربوط به همین ویدیو و همین کانال، اگه دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنین.